در برنامه ریزی آموزشی بسیار مهم هستند که حالا ربط و نسبت اینها رو در این درس در موردش صحبت خواهیم کرد. در مورد واژه توسعه در گام اول به عنوان پیشینه و تاریخچه این نکته رو باید بدونیم که این واژه به صورت مقدماتی و در ابتدا توسط زیست شناسان مورد استفاده قرار گرفت. این دسته از متخصصان برای توجیه کردن فرایند شکل پذیری یک محصول می آمدن از این واژه استفاده می کردن. به عنوان مثال فرایند شکل گیری یا بزرگ شدن یک گیاه یا فرایند تبدیل تخم مرغ به مرغ، یعنی کلیه فرایندهایی که در طبیعت رخ می داد و به صورت ارگانیک بود رو بر اساس واژه توسعه تعریف می کردند. اما بعدها واژه توسعه تکمیل تر شد، کامل تر شد، انسان نقشش در رشد خودش پررنگ تر شد، جوامع به مقتضای پیشرفت و رشدی که داشتند اومدند به سمت واژه توسعه. به این صورت که زیستشناسان وقتی از یک فرایند ارگانیک به عنوان توجیه فرایند استفاده می کردن، انسان در اون نقشی نداشت. یعنی انسان در پدیده‌ای که اتفاق می افتاد یا به عبارتی شدن یا ایجاد یک پدیده نقشی نداشت. پدیده به هر حال بر اساس قانون طبیعت شکل می گرفت. اما در جامعه انسان در توسعه نقش داره، انسان در توسعه مسئوله. جوامعی که در حال تحول هستند بدون نقش انسانها نمیتونند این تحولات رو کنترل کنند، نمیتونند متناسب با این تحولات حرکت کنند. بنابراین اون چیزی که فرق بین تعریف زیستشناسان از توسعه هست با اون چیزی که در برنامه ریزی آموزشی یا در بعد کلانش بر اساس خود مفهوم توسعه در جامعه از اون مد نظر داریم، کلیدی ترین مفهومش نقش انسانه. پس در زیست شناسی قانون طبیعت حکم فرماست، اما در جامعه نقش و مسئولیت انسان. به عبارتی انسان باعث توسعه می شود و اگر انسان نباشد توسعه اتفاق نخواهد افتاد. و در این راستا مهمترین توجیه برنامه ریزی آموزشی هم همینه که به توسعه کشور کمک میکنه. چرا؟ چون داره نیروی انسانی مورد نیاز جوامع رو تامین میکنه. ما در جلسه قبل در بحث مقدماتی گفتیم خدمت عزیزان برنامه ریزی آموزشی یه جنبش تربیت نیروی انسانی متخصصه که باعث رشد اقتصادی میشه. مجموعه این موارد هست که باعث رشد و خصوصا توسعه یک جامعه میشه. پس مهمترین توجیه برنامه‌ریزی آموزشی در ارتباط با جوامع در حال تحول همین نکته است که باعث تربیت انسان میشه و انسان هم در نهایت باعث رشد، پیشرفت و توسعه میشه. بنابراین چیزی که در اینجا مهم هست اینه که توسعه یک فرایند خودجوش و خودکار نیست که همینجور اتفاقی رخ بده، بلکه باید براش سازماندهی کرد، براش برنامه ریزی کرد که برنامه ریزی آموزشی با تربیت نیروی انسانی متخصص، با پیشبینی اهداف، با پیشبینی منابع، با پیشبینی امکانات، با در نظر گرفتن چشم‌اندازهای آینده این بستر رو فراهم میکنه. و نکته بعدی در مورد توسعه اینه که هدف توسعه بهبوده، یعنی توسعه میخواد وضع موجود رو ارتقا بده. ما در رشد داشتیم هدف رشد چی بود؟ ارتقای کمی بود، گفتیم افزایش در یه سری از ملاک‌ها از حیث تعداد و میزانه. اما در توسعه بهبوده، بهبود در وضعیت، بهبود در کیفیت، بهبود در شرایطی که در اون هستیم که شاید اون رو با عدد ارقام هم نشه بیان کرد. چیزی که در مورد توسعه میشه عنوان کرد اینه که توسعه یک مفهوم کیفی است. درسته که رشد یک بخشی از توسعه است، اما توسعه در حالت کلی یک مفهوم کیفی داره که شاید در بسیاری از موارد اون رو نشه در قالب اعداد ارقام بیان کرد. پس هدف توسعه بهبود هست و بهبود هم با سازماندهی و برنامه ریزی شده.
Cục là không được làm gì mà đã mang về đây rồi. Nếu tôi lại